در جستجوی حقیقت، روزنه بسوی آرامش روانی و امنیت ملی. با سلام مجدد و تشکر از حضور همه دانشمندان گرامی که در مورد قرآن که یکی از کتاب‌های خواندنی دنیا است و به ظن قوی از جمله کتاب‌هایی است که بسیار خوانده میشه، متاسفانه کم عمل میشه، که در این مورد هم جا داره یک مجلسی بحث بگیریم و خدا کنه فرصت یار باشه و زندگی باقی ای کار هم خواد کردیم. و اما مباحث امروز ما در جای رسید که تکیه اصلی فرمایشات آیت الله هاشمی و روزگانی بر آیه متبرکه بود که در دوران جهاد بسیار زیاد خوانده می شد. یقینا اکثر مخاطبا شنیده، فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. خدا کنه زیر و زبر یا واو فی اشتباه نشده باشه. انجینر صاحب احمدی دست بالا کرده، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابتدا شهدایی که در افغانستان در اخیر به شهادت رسیدن، همچنان شهدایی که بخصوص در فلسطین بیرحمانه به شهادت می رسند، خداوند همه اینا را درجایشان متعالی بگردانه و راهشان پر از رحمت. آیه که جناب استاد هاشمی حفظهم الله قرائت کردند، یکی از آیه های کلیدی اسلام بر تمام بشریت است. فبشر عبادی الذین استمعون القول فیتبعون احسنه. دکتر علی شریعتی رحمت الله علیه در این قسمت میگه که اسلام نمیگه که ما احترام به نظر دیگران میگذاریم، اینا میگه او چیزی که اگر درست بود ما تابعیت میکنیم. من همیشه به دوستای آلمانی صحبت میکنم، میگم مثلا اگر یک امریکایی میگه 8 جمع 8 مساوی به 15 است، یک روسی میگه 8 جمع 8 مساوی به 17 است، ولی یک نفر میگه از یک کشور غریب مثل زعیر میگه 8 جمع 8 مساوی به 16 است، ما باید هم 16 را قبول کنیم، ولی که او از دهن مبارک یکی از افریقایان میاد. در این صورت ما پیرو حقیقی قرآن عظیمشان می باشیم. مهمترین مسئله در بحث قرآنی هست که قرآن بگویم که ما اینمی فهم ما برداشت بنده در سن 69 سالگی از امی آیات شریفی قرآن اینمی هست که ما تمام اقوال گوش کنیم و بهترینش را تابعیت کنیم. در دیگر سوره مبارکه خداوند می فرماید که و جادل هم بلتی هی احسن، یعنی شما وقتی که مجادله میکنین با دیگر انسان ها فوق العاده عالی باشه، یعنی ایشان طرف مقابل شما اتئیست است، ایشان طرف مقابل شما شیعه هست، سنی هست، مسیحی هست، هر کاری که باشه شما طرف مقابل به عنوان یک انسان احترام میگذارین، و در این صورت هست مراسی مطمئن هستین که حق میگین. اما فوق العاده احسن باید باشه، یعنی تأثیر صحبتش بر از او طرف مقابل بسیار مهم است، و امروزه که اگر همچون جدال احسن باشه طبیعیست که دوستا و عزیزایی که یوتیوب میبینن در تلویزیون های خود وصل میکنن، اینا اون چیز حق و باطل اون برداشت خوب و خراب تشخیص داده میتونن، و از همه کنه مهمتر که خداوند میفهمه که کی حق میگه کی باطل میگه. کس که به شکل خوبش آیات قرآنی رو میگه و در اخیر هم میگه کی برداشت من هست، نه ای که این چیزی که من میگم 100% عین اسلام هست، این غلط است. من خود بنده که یعنی قرآن که بین شیعه و سنی وجود داره، این امیر چیز قرآن هست که مدیریتش به وسیله خود پیامبر گرامی اسلام شده، ای که در کدام زمان در کدام مکان چاپ میشه، او چاپش
مثلا در تهران میشه، در ریاض میشه، در مصر میشه، یا در کدام مقطع زمانی، او فرق نمیکنه. یعنی قرآن به زبان عربی قرآن اصلی هست، و در این تمام مذاهب اسلامی که فرق اسلامی که در شیعه هست، در اهل تسنن هست، بهش ایمان دارن. و اگر ایمان نداشته باشن، البته به برداشت ماست که شاید از دایره اسلام خارج باشن. و اینمی قرآن عظیم شان همیشه کلمه محسنین، کلمه احسان، کلمه خوبی را بر ما یاد میده. شما ببینین که مسلمان هایی که فرض کنیم در اندونزیا، در مالیزیا، در اینجا به وسیله تجارها، به وسیله محبت اینا مسلمان شدن، اینا چقدر مثلا وقتی که در حج، حتما شما عزیزا تشریف دارین، چقدر اینا به شکل منظم جوانهایشان بیان به حج. هر جایی که مسلمانی به زور بوده، اونا نتایج خراب دارن. و به تمام شما عزیزایی که به زبان فارسی صحبت میکنین، من پیشنهاد میکنم که شما یک سریال بسیار عالی هست به نام روشنتر از خاموشی، او را ببینید. در حدود 300 سال قبل همینطور نظریات مختلف وجود داشت. ملا صدرا به نام صدر المتعلیین، یکی از علمای بسیار برجسته اسلام در او زمان بود، در فلسفه و اینا ید طولایی داشتند. در قرآن عظیم الشان معلومات بسیار عالی مقامانه داشتند. در اون زمان هم یک اعداد پیدا می شد که فوق العاده اینا راجع به احادیث و اینا صحبت می کردن. نعوذ بالله قرآن با احادیث و روایات مقایسه می کردن، در حال که بر ما پیامبر گرامی اسلام اماما یک روش داده که شما مثلا یک حدیث پیامبر، حدیث از یک امام، او را مقایسه کنین که با قرآن مطابقت داره یا ضد قرآن است. اگر ضد قرآن بود، طبیعیه که او حرف پیامبر ما نیست، حرف یک امام نیست، حرف یک مصلح نیست. و آله که مثلا هوش مصنوعی است که به سادگی میتونه که بعضی چیزها را تغییر بده، از سبب ما دقت زیاده بکنیم. یک دنیا ممنون. این دفعه همه را صحبت هایشان سر 7 دقیقه قطع میکنم که وقت کافی برای آجاها بمونه. با اجازه شما عاطف صاحب بفرمایید و بعدش شما دکتر صاحب کبیری. با سلام مجدد و یک تشکر بسیار ویژه از جناب استاد، خیلی آموزنده. واقعا آدم به صحبت هایشان از میبره و می دلیل است که ما هم میخواییم از اون شیوه که جناب جان استفاده کردن با مو شیوه صحبت بکنم، چون راکن از بعد بردم یاد کرد. جنابشان یک هم آیت شریف و آیت مبارکه را تلاوت کردن، واقعا آیت بسیار بسیار آموزنده است. تمام اقوال نمیشادم و یک چیزی که فرمودن جنابشان که تمام اقوال عالم نمیتونه مطالعه بکنه، دقیقا نمیتونه. ولی یک شعر ما داریم که محمد دیده و موسی شنیده، شنیده کی بود مانند دیده. وقتی که ما صحبت میکنیم از در اول هم گفتم از قرائت های مختلفه که در اسلام وجود داره، قبل از اون میگم وقتی که ما میریم میگیم دکتر، فورا حواس ما میره به جانب دانشکده طب. وقتی که میگیم انجینیر، فورا حواس ما میره به فاکولتی انجینری. ولی وقتی که میگیم عالم دین، بدون از اینکه ما بخوایم یا نخوایم، ما را حواس ما فورا میبره یا به طرف مدارس دینی که تولید کننده های می تولید کننده علما هستن، و یا حوزه های علمی. و ما نتیجه ای دو بخش میبینیم حکومت طالبان در افغانستان است. اینمینا از مدارس دینی فارغ شدن، اینمینا از ما فکر نمی کنم از اینا که در مسائل دینی ما بگیم کسی عالم تر است. یا مثلا ما میخوایم بگیم در حکومت که در جمهوری اسلامی ایران است، اینا همشون فقها هستند. منظور ما این است که ما میبینیم که مثلا اگر طالبان قرائت درست دارند، قرائت خوب دارند، یا مثلا حکومت جمهوری اسلامی کسایی که در رأسش هستند قرائت خوب و درست دارند، ما چرا در اینجا هستیم؟ چرا ما مثلا که یک دیپلمات بودم
کریر خود، وظیفه خود کلش اعلان کرده فرار کرده. بنان ما میبینیم این برای ما واضح میسازه که درست است. ما میبینیم به سر چشم، اما که گفتم محمد دیده و موسی شنیده، ما به سر چشم میبینیم که نتیجه امی مراکزی که این امی فقها، امی مردم، امی قرائت های مختلف از اونجا ظهور میکنه، امی نتیجه شد که ما میبینیم تکابل. شما ایره ایره مطمئن، ما از با تمام احترامی که به جناب حاجی آقا دارم، با تمام بزاری، ما نمیتونیم مثل حاجی آقا علما را در هر جای داشته باشیم. علمایی که با مردم سر کار دارن، ما مثل جناب هاشمی روزگانی در همه جای نداریم که با دید باز به همه مسائل نگاه بکنن. علمایی که امروز با مردم سر کار دارن، اونم علمایی هستند که در افغانستان و در مساجد و در تکایا با مردم صحبت میکنن. اونمونا قرائت اسلام به مردم میگن. نه، من مطمئن هستم که صحبت های جنابشان، صحبت های بزرگوارشان، صحبت هایی که ما از میبرم شما از صحبت های جنابشان، شاید که 0.001% مردم افغانستان نشنوند، نتونن، توانمندیش ندارن که بشنوند، زمینش نیست که اینا بشنوند. پس کیا هستن که ما ازشان صحبت ها رو میشنیم؟ این امینای هستن که ما میبینیمشان، به سر دو چشم میبینیم. پس قرائت هم اینمی هست. اینمی است که میگه صدای زن عورت است و زن نمیمونه که از خانه بره. ما روز یک مثال گفتم که یا مثلا مثال های بسیار بسیار دیگه است که بسیار زیاد است. ای است. و جنابشون فرمودن که به بازم از آنچه که خودشان فرمودن، به تایید صحبت هایشون میفرمودن، به صحبت هایشون تایید میکنم و به تایید صحبت هایشون که نوشتن نسخه بر هر مریضی واقعا که دقیق است. ما شما تشکر میکنم که مسئله را شما بیان میکنید. واقعا که امروز اونمو کسی که در مسجد استاده است و به عنوان امام جمعه است یا امام است، در هر مورد نسخه نوشته میکنه، بر هر مریضی نسخه داره، اونا نسخه هایشون در جیبشون تیار، در هر مورد متخصص است. این مشکل در اینجا است. مشکل در اینجا نیست که ما کدام قرائت داریم. خب ما میگیم که چه، ولی مثلا آیت قرآن شریف است، آیت خود خداوند میگه که اتصبوا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا، دست بزنید به چنگ بزنید برای اسمان خدا و جدا متفرق نشید. ولی ما امروز متفرق شدیم به اسمان خدا که قرآن از رها کردیم، به روایات مختلف پرداختیم و متفرق هم شدیم و وضعیت ما مزید بدتر. هر کسی هم که بگپ خدا نمیکنه روزش عجیب بدتر. خدا میگه که مثلا میگه که برای اسمان ما چنگ بزنید و متفرق نشید، ما متفرق شدیم. اصل مطلب ما امی هست. اصل مطلب ما این نیست که مثلا و با خود جنابشون با بسیار بازم با تشکر فراوان دارم که گفتن برای هر نسخه مریض، برای هر مریضی نباید نسخه نوشته بکنیم. من نمیتونم برای هر مریضی نسخه نوشته بکنم. مثلا من از رشته حقوق هست، من نمیتونم در رابطه در رشته حقوقی نظر داشته باشم. اما طرف امی کسایی که امی مردم هم نمیتونم در کار داشته باشم. ولی متاسفانه اما طرف برای هر مریضی در جیب ما نسخه تیاره. برای هر مریضی دینی، برای جلوم مریضی های امراض دینی هست. برای تمام امراض دینی ما نسخه داریم. امیر ما میخوایم به صراحت لهجه وقتی که صحبت میکنم، خدا کنه که جنابشون استاد از من ناراحت نشن یا بزرگوارای دیگه که مشتمن ناراحت نشن. این صحبتای ما صحبتای ازی است که یعنی بتونیم یک راه حل برش پیدا کنیم، یک راه اصلاحی برش پیدا کنیم. تا همین نسخه ها تخصصی شوه، هر کس در رشته خودش نسخه بده، هر کس در یک رشته که متخصص است نسخه بده، نه اینکه نسخه به جیب باشه. اگر بگویه که هر مال نمیخواد مثال ایجاد بدم چون وقت فرصت کوتاه است، 7 دقیقه وقت است که جناب جان قید کرد و نمیخوایم که از او بیشتر برم. ولی ما میبینیم امروز امیر مسئله رو ما باید حل فصل بکنیم، ما باید به این مسئله رسیدگی بکنیم، ما باید این امیر تخم ما هیچ کدام دل هیچ کدام مطلب دیگه ندارم. فقط میگم من نه تنها ما امروز نسل ما، اگرچه که بسیار جوان نیستم یعنی، ولی نسلی که به امرای ما است، نسلی که از ما یک دو نسل پایان تر است، اینا همشون نسل درس خوانده تحصیل کرده، نظرشون همیه. شما برین با اجتماعات برین، مردم همشون نمیمیره، میگن بیاین که تخصصی بسازیم، بیاین که از حالت رمز و راز بیرونش بکنیم. همه چیز رازآلود است، همه چیز رمزآلود است، در حالی که در جوامع پیشرفته امروزی شما می‌بینید که هیچ چیز رمز و راز وجود نداره. صدر اعظم کانادا که من در زندگی میکنم، من میگم صدر اعظم کشور من، صدر اعظم کانادا رفته بود به یک رخصتی، پس اونجا که پول اضافه تر 500 یا 700 دلار اضافه تر از آنچه که لازم بود مصرف کرده بود، مظاهره کردن تر شدش، پرسیدن که تو چرا این پول مصرف کردی؟ به این شکل رمز راز وجود نداره، همه چیز باز است، همه چیز همه کس ازش اطلاع داره.
ولی در اسلام متاسفانه در کشور اسلامی همه چیز در راز و رمز پیچیده شده. شعرهای بیچاره ما که در وقتهای قدیم سال 400 سال و 500 سال زندگی میکردن، اونا به یک جایی رسیده بودن ولی حرفایشان گفتن نمیتونستن، بنان به رمز و راز پرداختن. میره به شما به صراحت لهجه میگم، اونا صحبتایشان به رمز و راز به این خاطر صحبت کردن که گفتن نمیتونستن آنچه که میخواستن. امروز در افغانستان ما همین صحبتایی که به این صراحت لهجه میکنم در افغانستان بکنم، فردا دیگه مرا پیدا کردم نمیتونیم. یا در ایران یا برین یا در کشورهای دیگه که دارای تعصب اسلامی هستن، شما برین صحبت ها رو کردن نمیتونید. این مشکل است. او گفتم بازم میگم زکریای رازی که به یک مسئله و به یک جای به یک نتیجه میرسه، چیزایی رو میگن کافر، تاپیک کفر برش میدنن. او به یک نتیجه رسیده بود، به یک جای رسیده بود. ابو علی سینا را یک مولایی سه بود به گوش خود شنیدم که ابو علی سینا را کافر میگه، میگه این کافر است، ستاره شناس است، به دلیل از اینکه مسائل بیولوژیکی رو پیش کرده که وقتی که بدن انسان تجزیه میشه و این مسئله، میگه یق نداره که در این رابطه صحبت بکنه که بدن انسان تجزیه میشه. شما فکر بکنین یک همچه ما به اینی سلسله گپا نیاز داریم که راه اصلاحیش پیدا بکنیم، راهیش پیدا بکنیم تا اصلاح بکنیم، بعد از او بریم به قرائت درست. ما خود پدر ما را گفته که التسنن نستی، ولی من به التسنن عقیده دارم، من به التشیع به یک گپای چقی دارم. من پدر میگفت که تو التسنن نستی، چون ما التسنن نستم تو هم التسنن نستی، ولی ما به این حرفا عقیده ندارم اصلا. ای التسنن التشیع اونمو نقض اونمو های قرآن است که اتسمو به عبل الله جمیعا ولا تفرقو، و ما را به تفرقه می اندازه با شما، با حال کس دیگه، با کس دیگه. بنان ما می خواهیم که مطلب معنی بود و مطمئن هستم که جناب استاد دوباره ما را صحبت میکنند با ما دوباره عزم میبریم و صحبت هاشون. خیلی متشکر هستم، سلامت باشید. تشکر. فرمایشات شما مرا به یاد رباعی ابن سینا انداخت. دو فردش میخونم که در دهر چمن یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. کبیری صاحب فرمایشات شما رو گوش میکنیم. تشکر. با سلام مجدد حضور دوستان و استادان گرامی. آقای موزیم یک دن نقطه دمیش فرمایشاتی شده میگم برای دو باشم مسئله دو مثالی که ما دارم بار بگویم یا چی بوده برای وقت بیمون. شما اول این نقطه تان بگوین سیب. نقطه ما ایست که بعد از حضرت آیت الله هاشمی خواهش دارم که بر ما بگوین دمی صحبت هایی که ما کردم که ما خودم هم بفهمم واقعا یک بحث علمی و تحلیل و تجزیه و کنجکاوش ما بود یا ایست که بحث مذهبی خاص به یک طرف. ببینید ما احادیث حضرت پیغمبر را گفته کنم، چیز نگفتم. این مگر به یک مذهب خاص ارتباط داره یا اسلام؟ بعدم ما گفتم که تمام مسائل تحقیقات خدا و عقیده خدا و جهان بینی خدا به اساس نمی حدیثی که حضرت پیغمبر گفتن، قرآن و اثرات اهل بیت میگیرم. تحقیقات علمی ما به نمی اساس در جایی که من میخوایم یک تحقیق علمی کنم مراجعه میکنم به منابع یعنی اهل بیت و قرآن. دوم دیگه مسئله که استاد عاطف گفتن تفسیر طبری درست است، تفسیر بسیار قدیمی و بسیار بزرگ کلان است. شما در گوگل در جایی مسئله واقع قرآنیقه بنویسین، تفسیر طبری رو ثبت کرده و قبول کرده که درست آمست. ای در ذیل آیه 19 و 20 سوره نجم است که بر حضرت پیغمبر میگه که وقتی که یک آمی آیت قرائت میکرد شیطان آمد حضرت پیغمبر از عراض بلا بازی داد و آیات های گفت که اونمو آیت به نام آیت های شیطانی معروف شد و سلمان رشدی به اساس اینمی مسائل تاریخ طبری و کتاب های خود نوشته کرد و دیگه مسائل دیگه. یعنی تمام مسائل بود شکلی است که اگر ما اینا بود تمام معصوم بر کنترل نداشته باشیم، یعنی بدبختی این بود ما در جهان انسان، انسانیت و اسلامیت این از این بتر خواهد شد. همین دو نقطه رو خواستم بگویم. اینا اگر لازم میبینین دو نقطه مثالی که در این ارتباط ما تحقیق کردیم و هم تحقیق علمی است نه مذهبی، شاید که بازم مذهبی فهمیده شوه، اما اگر لازم میبینین امورت تشریح میکنیم یک شاید یک 5 دقیقه زیاد نشه. بفرمایید. ببینید تحقیق علمی گفتم دو مسئله. مسئله کلمه عبسه، وقتی که در قرآن مراجعه میکنیم کلمه عبسه دو مرتبه در قرآن آمده، یکی در عبسه و بصره سوره آیه سوره مدثر آیه 22 که شأن نزولش ولید ابن مغیره است که اگر انسانی به نام ولد نام معروف بود نظرت میخوان،
و از استهزا کنندگان رسول اکرم بود. یعنی اگر از نال علمی ما در اینجا تحقیق کنیم، کنال امی عباسی مدثر شان نزولش وجه تصمیمش که ما بگویم نمایندی از امی کیاس میگیم ولید ابن مغیره، اینال عباسی دوم در عباسه و تولاست که داستان عزیز که عبدالله ابن مکتوم نابینا که آمد میگن که حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلام چهرهش تغییر خورد، ترش کرد بین خود، پخ زد و روی خود دور داد. این مثلا این به اساس منطقی و عقلی اینا و جایی کس قبول نمیشم نمیتانم و ضمنان مفسرین ازام فرق میکنه تمام بسیار تفاصیل ما دیدم همشان منظور آیت هم حضرت پیغمبر میگه، یعنی در حقیقت این حال ما به حساب علمی اینجا من سوال مطرح میکنم، اگر ما بگویم که این کلمه عباس یک صفت مزمت شده که یکی از نمونهش ولید ابن مغیره است، نمونه دومش مثال دوم این صفت مزمت که در پالوی ولید ابن مغیره ولد زنا میگه که عباس و تولاست کیست؟ کسی جرات میتونه بتونه بگوی از دوای عقلی از دوای منطقی که العیاذ بالله از دوای حضرت پیغمبر است؟ نماینده اول عباس ولید ابن مغیره، نماینده دوم چرا تفاصیل همیشه می مسائل است که حضرت پیغمبر تهدید شده و چی شده و چی شده؟ که تو ما گفتم که عقل از دوای تحقیقات ما تفحص ما و که در این حساب کردیم حضرت پیغمبر اکرم، ما که بیشتر رفته اندام صحبت کردیم گذاشتم که هیچ اشتباه کوچک هم حتی نداره که مسئله ترک اولا یا اولا را استاد تشریح کرد، یعنی قبول نمیکنه عقل که صدمه میزنه به عصمت، صدمه میزنه به بعثت و تمام مسائل یعنی پیش ما کامل 100% ای چیزا نیست و یا آیت که تفسیر میشه در تفاصیل مختلف، حال باید بگویم شیعه و سنی بسیارش این نمونه دومه علیه بالله که من به زبان میگه که حضرت پیغمبر میگه و این پیغمبر که توسط عباس و تولا معرف شده ای موازی برسان میگم که این پیغمبر ما این پیغمبر نیست، پیغمبر ما این اشتباه نکرده و این اخلاق نداره. تشکر. یک مثلا آجا مایک در خدمت شماست، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. من از برخی تعارفات و البته اونها ادب گفتاری هستن نسبت به گوینده، ولی نسبت به شنونده ای که بنده باشم، من بسیار پوزش خواهم که بزرگان مجلس نسبت به من بعضی اصطلاحات و تعارفات رو به کار میبرن که من خود شرمنده میشم و شایسته این همه لطف و بزرگواری نمیبینم، ولی کلام بیشتر از اون که مربوط به شنونده باشه مربوط به ظرفیت و ذهن و شخصیت گوینده است. به تناسب شخصیت و مقام خود و جایگاه فکری و اندیشگی خود سخن میگوید، تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نفته باشد، هرچه خوبیست از آن خود شما دوستان است. در ادامه مطالب قبلی و آیه که بیان شد، من جناب استاد محسنی فرمودن که یک زیر یا زبر کم نشود که فلانی بیان خواهد کرد. من نکته ای را استفاده می کنم از همین مطلب ایشون و آیه را می خوانم که چطور هست. یک مورد را ایشون چون از حفظ بیان کردن به گونه دیگری باید بیان می شود و اون را هم که بیان می کنم منظوری دارم از آن. آیه شریفه این از سوره مبارکه زمر که حتما همه مشرف هستید به آیات قرآن کریم، آیه 18 هم. خداوند میفرماید بعد از این که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذين يستمعون القول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. با فا آمده است نه با واو. چرا؟ بر اساس تحقیقاتی که اینجا فرق است در قرآن کریم که آیا واو بیاید یا فا بیاید یا اصلا هیچ کدام نیاید، نه واو بیاید نه فا بگوید، که فبشر عباد الذين يستمعون القول يتبعون احسنه. یتبعون احسن بدون هیچ چیزی با فا فیتبعون یا با واو. جواب آن است که هر سه کاملا معنا را عوض می کند، کاملا هر سه صورت معنا را عوض می کند و همین هم نشان دهنده یک مطلب بسیار خطیر است و اون این است که ما با یک کتاب معمولی در نشست پیشین بعضی از حضرات فرمودن که خب قیاس کردن قرآن با شعر حافظ یا با مولانا یا با هر کتاب دیگری اسفار ملا صدرا یا به آثار ابن عربی با هیچ کدام اینا با هیچ دانشمند دیگری قابل قیاس مثلا نیست، چون سخن خداست. و یکی از دلایلی که قرآن کریم
بیش از هر کتاب دیگری احتیاط می طلبد و نیازمند به تفسیر است و نیازمند به تبیین هست. تبیینی که جناب آقای دکتر کبیری را با اطلاعات گسترده آن وادار می کند که ببرد به سمتی بگه جز اهل بیت کسی دیگه حق ندارد سخن بگوید. این قدر معتاد کرده است ایشون رو دین باوری که بگوید فقط معصومین حق دارن حرف بزنن، دیگران حق ندارن درباره قرآن حرف بزنن، به دلیل خطرناک بودن این عرصه. این ارتباطی به شیعی یا سنی بودن هم ندارد. سنی به مراتب به شکل دیگری محتاط‌تر است نسبت به درباره قرآن کریم. احتیاط سنیان همین، من از اون طرف هم عرض بکنم که ایشون از جایگاه شیعی حرف نمیزنند، جایگاه اسلامی. احتیاط سنیان اون بحث این که کفانا کتاب الله، یکی از انگیزه های اون سخن این بود که مبادا سخن غیر از قرآن در کنار قرآن، جز قرآن قرار بگیرد. مبادا، این گزارش است که در تاریخ صورت گرفته است که خلیفه دوم در زمان رحلت فرمود که لازم نیست دوات و قلم، اون گونه که صحیح بخاری میگوید اصل مطلب را گفته است، ولی تحلیل این به دست ماست که ما چطوری تحلیل بکنیم چرا این سخن گفته شد. یکی از سخنانی که برای تبیین دلسوزانه این سخن صورت میگیرد و گفته شد به خاطر که غیر قرآن اگر برای ما بیان شود، در 100 سال اگر حدیث تحریم شد در اون زمان، به این انگیزه بود که کفانا کتاب الله سخنی غیر از قرآن نکند، در کنار قرآن قرار بگیرد و آیندگان گمان کند که این قرآن کریم است و آیندگان ولو این که اون سخن پیغمبر باشد. در همین ارتباط این احتیاط اون قدر بالا هست در اون قسمت. بله، توجیهات دیگری هم گفته می شود، مثلا این که گفته می شود از منظر برخی از علمای شیعه که خلیفه دوم چرا این سخن را بیان کرد، به دلیل اینکه حضرت میخواست وصیت کنند نسبت به جانشینی خود برای حضرت علی علیه السلام، و یا این که در روایات رو ببندد، چون روایات اکثرا از پیغمبر بود اون زمان، از کسی دیگر که نبود، و پیغمبر بیشترین مسائل رو نسبت به اهل بیت و نسبت به حضرت علی و خلافت ایشون و فرزندانشون بیان کرده بود، و به این طریق خواستن که اون سخنان در تاریخ دفن شود و گفته نشود. این یک نوع برداشت از اون سخن هست. ما در اونجا یک سخن میبینیم و یک انسانی که در شرایط خاصی این سخن رو گفته است از صحابی رسول الله، ولی این که منظور اون چی بوده است، این ما هستیم که کشف منظور میکنیم. یکی بدون گونه کشف منظور میکنه، یکی دیگری بدین گونه، و این من انسان هستم که در این زمینه باید خود من با قرائن، با عقل، با تدبر، با اندیشه خود بسنجم که کدام یک درست است و کدام یک رو من باید بپذیرم. ما برای این اساس به یک بحث دیگری میرسیم. ما چند مرحله رو برای آزادی باید در نظر بگیریم. یک، آزادی تفکر. این آزادی را نه خود خداوند، نه پیغمبر خداوند و نه هیچ نماینده خدا در زمین اگر وجود داشته باشد حق ندارد انسان را از تفکر او باز دارد، زیرا که اسنان انسان را از تفکر اگر شما بگیرید چیزی به نام انسان باقی نمیماند تفکر را. به قول مولانای بلخ، ای برادر تو همون اندیشه ای بابقی خود استخوان و ریشه ای. هر جامعه ای و هر مردمی و هر نظام سیاسی که خواست دیگران را از فکر کردن باز نگه دارد، اون اولی ترین حق انسانها را گرفته است و ظالم ترین انسان شمرده می شود. حتی پیش از این که درباره خدا فکر کردن یا درباره اسلام، اصل فکر کردن را هر کسی که از انسان می گیرد اون ظالم ترین است. حتی از شرک هم ظلم بالاتر هست این، به خاطری که در پرتو تفکر است که انسان خدا را میشناسد، خود را میشناسد، عالم را میشناسد. آزادی تفکر امری است که هیچ کسی حق ندارد از هیچ انسانی بستاند او را. و دوم، بحث آزادی بیان است. آزادی بیان، همین آیه شریفه ای که مورد بحث بود امروز، به راحتی و به وضوح و به صراحت، چون ما در قرآن نص و صریح داریم، ظاهر داریم، مجمل داریم، مبین داریم و مسائل دیگری مبهم داریم. این آیه از اون آیات سری است که الذین یستمعون القول، شما در حوزه ای که میخواهی به جای برسی به همه گفته ها و شنیده ها و نوشته ها گوش بده. اگر اون سخنی که من گوش میکنم کسی حق سخن گفتن نداشته باشد، من چی چیز رو گوش کنم؟ از این استفاده میشود که هر کس سخن خوب و بد را میتواند بگوید. ولی مرحله دیگر مرحله عمل کردن است. هر انسانی آزادی عمل دارد. چرا؟ زیرا که خداوند انسان را این گونه آفریده است. و بسیار بسیار شنیدنی است که
خداوند در قرآن کریم نسبت به پیامبر خیش میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انك لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتی توی پیغمبرم نمیتوانی کسی را هدایت بکنی. البته از این آیه استفاده های ناسوابی هم صورت گرفته است که من فعلا در صدد اون نیستم. بنا نیست که انسان ها در مقام عمل حتی پیغمبر هم کسی را وادار کند به کاری که انت تکره الناس، تو پیغمبر مردم مجبور میکنی که ایمان بیاورن، تو این حق رو نداری که مجبور بکنی. و چه بسا هدایتی در اینجا هم به این معنا هست، خداوند میتواند انسان رو مجبور بکند که ایمان بیاورد، ولیکن این کار خود خداوند انجام نمیدهد. لا اکراه فی الدین، انك لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي، اما چطور يهدي من يشاء، اون را که بخواهد. یعنی اولا بستری شرایط را برای او فراهم میکند و ثانیا من خدا همه کار را نمیکنه به صورت اجرا، به صورت اجبار. پس همه انسان ها در مقام عمل، در مقام فکر آزاد، در مقام بیان آزاد، در مقام عمل آزاد. اما این آزادی ها که گفته می شود، خداوند در کنار اون یک سلسله محدودیت های را هم ایجاد می کند که من همه را بیان نمی کنم و یک مورد را فقط بیان می کنم. در مورد بیان خداوند از یک سو می فرماید شرط این که چیزی را می گویی، شرطش آن است که اگر تو خوب می دانی این سخن را، اول خودت عمل کن بعد به دیگران بیان کن. این یک محدودیت آورد، محدودیت بیان. لما تقولون ما لا تفعلون، در دو جای این سخن بیان شده در قرآن کریم. چرا سخنی را میگویی که خود عاملی به اون نیستی؟ پس یک شرط آزادی بیان این است که اگر انسان سخنی را میگوید، باید اول اون رو درست میداند، اول خود باید عمل کند بعد به دیگران بیان بکند. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این بیان را محدود میکنه، هر سخنی را نباید بگویی، سخنی را که تو درست میدانی اول خودت عمل بکن بعد به دیگران بیان بکن. و همین گونه شرط دیگریش آن است که انسان باید آگاهی به اون سخن باشد. اگر آگاهی جامع به اون سخن نداشته باشد، نباید به دیگران توصیه کند. به همین دلیل است که در سوره مبارکه نحل میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدانی از دیگرانی که عالم در اون خصوص هستند بپرس، بعد از آن بیان کن. فاسألوا اهل الذکر. سه، این سخن تو را که بیان میکنی آزادی بیان داری، ولی به شرط این که به حوزه و قلمرو دیگران دخالت نشود. چطور؟ خداوند در قرآن کریم در یک جا میفرماید فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل چی نفرین باشد، چی یک مقام خاصی در جهنم باشد، هر چیزی که باشد یک امر تهدیدی است از جانب خداوند به انسانها. ویل للمصلین. در جای دیگر همین مطلب رو در مورد بیان و به تعبیر دیگر آزادی بیان مطلب رو بیان کرده است. میفرماید ویل لکل همزه لمزه، وای بر اون کسی که با سخن خود، با تمسخر خود و با اشارات چشم و گوش و اعضا و جواره خود انسانهای دیگر را به تمسخر میگیرند. این برای ما قید و شرط تعیین میکنه. تو به چه حقی دیگران را، رفتار دیگران را یا گفتار دیگران را به تمسخر میگیری؟ آیا چی دلیلی وجود دارد که اون چرا که تو رفتار میکنی و اون سخنی را که تو میگویی قابل تمسخر نیست ولی دیگران قابل تمسخر است؟ این خود یک امتیاز برتربینی و خود برتربینی و خود شیفتگی است که تو داری و این خود شیفتگی امر مذموم است. ولی اینها را خود قرآن کریم تحت اون انذار و هشدار بیان می کند، وگرنه می توانست انسان را به گونه خلقت کند که تا او اجازه ندهد زبان او اصلا به گویش نیاید، هرچی را که او بخواهد بر زبان بناند و هرچی را که نخواهد بر زبان او نیاید. اینطور می توانست انسان را بیافرید، ولی انسان اینطوری نیافرید. انسان را آزاد آفرید، آزاد فکر کن، آزاد عمل کن، آزاد بیان کن. اما در مقام آزادی بیان، من آزادی عمل و آزادی فکر را شرایطش بیان نکردم. از جمله این سه شرط نباید منجر به آزار دیگران شود بیان تو، و نباید چیزی را بگویی و نسخه ای را بدهی دیگران بپیچی که خود از اون نسخه استفاده نمی کنی، از اون راه نمی روی، فرزندان دیگران را مواد انفجاری به کمر اونها ببندی برون خودشون را انتحار کنن، ولی فرزندان تو در بهترین دانشگاه اروپا و آمریکا درس بخوانن و به عیاشی مشغول باشن. این می تواند از دین سخن بگوید یا مطالب را تحت عنوان دینی بیان بکند. و
فرجام این سخنان به یک نتیجه بسیار بسیار مهم ما را میرساند، و اون این است که ما معمولا میگوییم که آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی عمل در اسلام هست یا نیست. تمام اینها در اسلام است، اما یک جا خداوند یک توصیه را بیان میکند و اون این است که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. تو حق نداری دنبال هر سخن بروی، دنبال هر صدا باید نباید حرکت کنی، همه جور رها نباید باشی، مگس نباشی دنبال هر، در پی هر بادی بروی. تو زمانی که میخواهی پیرو باشی باید از بهترین سخن و از بهترین مسیر پیروی بکنی. به همه دلیل است که مذهب در زبان عربی یعنی محل ذهاب، یعنی مسیر، راه، راه، چنان که دینم راه است و سبیل، مذهب شما از یک راه خاصی می روید. این مذهب و راه را انسان باید که اسم دیگری اون تبعیت است، شفایت تبعیون است و دنبال روی است سخن. در زمانی که شما باور به حسن اون سخن و صحت اون سخن پیدا نکرده اید حق ندارید، اما زمانی که به نیکویی یک سخن بعد از استماع و اجتهاد میرسی تو باید دنبال روی او باشی. و لذا این سخنی که بعضی ها میگوین امام ابو حنیفه چی، امام جعفر صادق چی، من خودم هستم رای خودم را میرم، ما را مقلد نسازید، و بعد مقلد را از قلاده بگیرن و بگوین قلاده مال سگ است و حیوان از آن حیوان است و سگ است و نعوذ بالله و دور از شأن حضرات، و مطالب این گونه کودکانه را استنباط و استخراج بکنن از مفاهیم دینی و قرآنی، با این که همین انسان در کوچکترین در این که نل آب خانه او خراب شده است میرود به کسی که نل بلد است و آشنا است متخصص به او مراجعه میکند، ولی در مسائل کلان فکری و نظری و سیاسی و اندیشه‌ای به یک متخصص مراجعه نمیکند که این قلاده انداختنی به گردن است، مرجعیت و مذهب و اینها امور توهین به کرامت انسان است، توهین به آزادی انسان است. باید گفت این افتخار دین است و افتخار اندیشه انسانی است که و خود اجازه می دهد که من تلاش می کنم، تحقیق می کنم، خودم به درجه صاحب تئوری بودن بر اساس تلاش ها رسیدم، و حتی اگرم رسیدم یا دیگران رسید، من بهترین سخن را می پذیرم. اون بهترین سخن چی از ابو حنیفه باشد، چی از امام صادق باشد، چی خودم به درجه برسم که باور کنم من متخصصم در این صحنه و در این زمینه. و چون این انسانی را خداوند وصیت و سفارش می کند که فیت تبعون احسنه، ما نخبگرا هستیم، ما زیباییگرا هستیم، ما بهترگرا هستیم، ما خوب پسندیم. این خوب پسندی اگر جرم است ما را مجرم بدانند دنیا، و اگر خوب پسندی جرم نیست مباهات بکنید و افتخار بکنید به این شیوه و به این روش. عرضم در این قسمت تمام. بسیار تشکر آجا، خدا شما رو حفظ کنه. خیلی روشنگرانه بود، اشتباهی حقیرم که تصحیح کردین، دنیای ممنون. فقط یک سوال آجا، در مورد معنی مذهب گفتیم که راه اصحاب یا ذهب و رفت آمد، از قول مرحوم شریعتی در حافظه ما زنده شد که میگه مذهب رای فرعی است و دین رای اصلی است. شما به عنوان یک مفسر مختصرا امیر تصحیح میکنین صاحب یا میگینی درست است؟ کاملا درست میفرمایدشون. هم ما در مورد خدا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اونی قرآن کریم دین رو به عنوان راه مطرح میکنه. من جاهد فینا لنهدی انهم سبولنا، هر که در راه ما تلاش کند ما راهی خوب رو به اونا نشان میدیم. در درون یک راهی که ما رو راه ارزش ذاتی ندارد، ارزش راه رساندن به مقصد هست. شما این مقصد را که میخواهید بروید، یک کسی شما بارها از کسی آدرس رو پرسیده، این میگه از این مسیر برو یا از این مسیر، یا گاهی جی پی اس به شما میگه از این راه برو، یک کس دیگه من نه از این طریق دیگه برو. شما هر راهی که بروید به مقصد برساند شما رو، اون راه درست است، ارزش ذاتی ندارد. حتی یک سخن بسیار درست را یکی از بزرگان، یکی از دوستان میفرمود، البته با اون کلیت یک مقدار مشوش کننده ای از آن هست، که میفرمود ما به جایی که خدا را بپرستیم دیانت را میپرستیم. این نیاز به توضیح داره. دیانت، مذهب هیچ کدام ارزش ذاتی ندارن، تمام اینها مسیرهایی هستند که ما را به خدا میرسانن. هر مسیری را که ما برای رسیدن به خدا تلاش بکنیم و بپسندیم و ما را به خدا برساند، ما اون مسیر، مسیر حق است. خیلی ممنون آجا. با اجازه آقای احمدی، ما نوبت میتیم به خواهر بزرگوار ما خانم بیرونی که سوال دارن. بفرمایید خانم بیرونی.
برز سلام خدمت همه عزیزان. مراستش صحبت های همه شما عزیزان شنیدم، البته اگر حافظه خوب مانده باشه از جناب هاشمی محترم، ای که شما یک دفعه گفتین که کسایی هستن که حالا به هر حال تحقیقات زیادی میکنن در رابطه با یک مطلب، سالها ممکنه تحقیقات کنن ولی امکانش هست که به خطا بره و تحقیقاتشان یعنی صحیح نباشه. باز دوباره فرمودین در این قسمت صحبتتون که به هر حال باید تحقیقات کرد، گوش کرد، از همه جوانب بررسی کرد و باز بعدش در قسمت که خود او طرفی که به هر حال به او درک و فهم رسیده او را عمل بکنه و باز به دیگر را بگویه. ما فقط میخواستم بگم آیا ما انسان ها که برحال هر کسی که میتونه در درجه خیلی بالاتر علمی هم برسه، آیا ما انسان ها از لحاظ درک و فهم میتونیم متفاوت باشیم؟ درسته که کتاب خداوند قرآن یا کتاب آسمانی بر کل انسان هست، ولی آیا همه ما یک درک میتونیم داشته باشیم؟ مفهوم از این مطلبی که بر ما یک سوال خلق شده است که مثلا کسایی که حالا میشه در کشورهای آفریقایی زندگی کنن و اصلا برف ندیده باشن، بله بارندگی رو دیدن و باز یک دفعه میاین فرض مثال در کشور مثل افغانستان که برف هم بخوان ببینن، تا زمانی که او رو خودشان لمس نکردن نفهمیدن، چطور میتونن که یک درکی از او داشته باشن؟ یعنی میخوام بگم که هر چقدر که ما بیایم یک مطلب توضیح بدیم برای انسان که فرض مثال نماز بخوان، نماز خواندن این رقم درست هر تا اگه ما خودمون بخوانیم، ولی اگر او درک عمیقی که ما برخال ارتباطی با خداوند او میسر نشه و در سر نماز، بنابراین ما چطور میتونیم به کسی دیگه توصیه کنیم که نماز بخوانی، نماز خوب است یا برخال جز واجبات است از کپا؟ خلاصه بر ما فقط اینمی است که ما که در ایران بودیم برخال درست در مکاتب بر ما تا حدی درس دینی داده می شد، ولی خیلی مرسوم هست و بود اونجا که مثلا حاج آقا می آمدن در رابطه با دین و مسائل دینی صحبت می کردن و باز ما گوش می کردیم و دیگه یک چیز یک طرفه بود. یعنی می خواهم این رو بگم که حتی اگه سوالم خلق می شد، حتی اگه ما یک جوابی برش داشتیم، معمولا جوابی ما بود داده نمی شد. و فقط میخوام اینو میرم بگم که من فکر میکنم که درک هر انسان از یک مطلب میتونه متفاوت باشه و چقدر خوبه که ما دین شخصی کنیم بیشتر. ای که انال اگر که مثلا امینجا خیلی خوبتر بود، اگر امی آیه که میگفتین همگی ما سرش بحث میکردیم، خودش هم یک تفسیر میشد و باز میدیدیم که خب برحال کیا چه درکی داره. شاید واقعا فقط امو بیانی که شما گفتین متفاوت میتونه باشه. هر کسی یک هدف داره، یک موضوع رو میفهمه ولی با بیانهای متفاوت و اینمی خودش مشکل خلق میکنه. دیگه من پرحرفی نمیکنم، امیدوارم که سوالم واضح بوده باشه و من بیشتر خودم توقع دارم بیشتر این رقم شود که اگر یک آیات یا حتی همین بسم الله الرحمن الرحیم یا اول من قرآن، اگر اینمی آیه را ما بشیم در رابطه با این فقط یک تفسیر کنیم که چرا ما میتونیم میره بفهمیم و اون انسانایی که میان ساعتهای عمرشون را در مساجد تر میکنن، گپ ملا صاحبا رو گوش میکنن، اونا چه درکی میتونن از دید؟ چرا باید این فرهنگ ما رواج بدیم؟ چرا باید یک عده خاصی برن فقط پشت یک برها مسلمان هستیم پشت یک کتابی که وظیفه هر مسلمان است که او رو بخونه؟ اگر که یک کسی به درجه معلمی میرسه، باید بتونه شاگردایی رو جمع بکنه و امور اونا رو سعی کنه تعلیم و تربیتشان کنه، نه ای که ما بیاییم مختص یک سری آدم ها باشن اینا بخوانن پیش برن درک که خودشان به او رسیدن و هیچ وقت من ممکنه هیچ وقت گپای شما رو متوجه نشم نفهمم، یعنی بفهمم چی میگم ولی درک عمیق از اونها داشته باشم و برام واقعا مشکل باشه. چه خوب میشه که این همین رواج باشه بین همه ما که بیاییم امیر یاد بگیریم که چه رقم میتونیم در رابطه با یک موضوع صحبت کنیم، گپای همدیگر رو بشنویم و سعی کنیم که هر کسی حقیقت خودش از اون موضوع پیدا کنه. من فکر میکنم امون رقم که همه ما انسان ها متفاوت و خلق شدیم، از یک اثر انگشت شبیه هم نیستیم، درک ما از یک مطلب میتونه متفاوت باشه اما میتونه که با احترام باشه و میتونیم که همدیگر بفهمیم حتی اگه درک مشابه نداشته باشیم ولی حداقل بفهمیم.
دیگه من معذرت میخوایم، یک صحبتم طولانی شد. بازم تشکر میکنم از اینکه در جمع هستم و حتما خیلی یاد میگیرم. تشکر. تشکر از شما خانم بیرونی، خیلی لطف کردین. پیشنهاد آجاها در این دوره ای بود که بحث همیشه همگانی باشه، ولی دوستا کمتر سهم میگیرن. سر از هفته آینده شما میتونین آغازگر فرمایشات باشین. سوال شما را آجاها خواد پاسخ داد. من خدمت احمدی صاحب و عاطف صاحب عرض میکنم که از وقت 2 دقیقه گذشته، بنابراین شما بزرگوارا هر کدامتان در 1 دقیقه سوالتان رو مطرح کنین. احمدی صاحب شما 1 چانس از دستم دادین که نبودین که گپ بزنین. بی بسم الله لطفا شروع کنین. 1 نفر نوشته کرده که همی احمدی صاحب بگوین بلیاز خدا هر لازه بسم الله نکو که بخی سبک میشه. ای جدی هست احمدی صاحب، ببخشید، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خواست من یک صحبت در رابطه با شما عزیز نور چشم ما دارم که از خود امو یک دانشمند انگلیسی میگه که مارکت به اصطلاح نشان میده که کدام موضوعات خوب هست. شما اگر مثلا بعضی مصاحبه ها رو ببینین که 2 ساعت 2.5 ساعت هست ولی 4,000 5,000 نفر دیده، اما همین نظر که شما میتین که حتما 50 دقیقه باشه در حالی که یک بحث قرآنی بسیار عمیق است. من امروز از تک تک عزیزا بسیار آموختم، مخصوصا از جناب آقای هاشمی. اگر شما مستثنا قائل شدین باز بعدا میبینین در طول هفته که امی آدم سمیت راست گفته یا خیر. من خودم تقریبا 350 تا سخنرانی دارم، امونایی که به نظر خودم خوبش نیست و زیادتر دیده شده و امیست که در قرآن از میشن میگه شما با هم بحث کنید باز خداوند میفهمه که کدامتون درست گفتین کدامتون غلط. در رابطه با خانم بیرونی که آخرین صحبت بود و من صحبت های عزیز استاد عزیز ما را که تون میفهم که میگه که در یک رابطه حتی در رابطه با اسلام که گپ میزنین مثلا راجع به یک بسم الله الرحمن الرحیم هفته آینده کلگی آمادگی بگیره تنها راجع به اینه می گپ بزنه که باز راجع به روزه و راجع به مثلا صبر و امثال ازی گپ نزنن، در یک رابطه به شکل موضوع و بهترین مثلا تفسیرم تفسیر موضوعی بر ما شما هست. اون کسایی که متخصصی مثل آیت الله طباطبایی حفظهم الله خداوند رحمتشان کنه که کار کرده از اونا یک کار دیگه هست. یک تذکر من بر نور چشم ما برادر عزیز ما آقای عاطف دارم ایست که شما همیشه در طول تاریخ به خصوص به عنوان یک حقوقدان عدالت را ببینین، همون که میگه بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است، نه ظلم کن به کسو نی به زیر ظلم برو. یعنی اگر شما خدای نخواسته طالبا را که به زور آمد داخل افغانستان ایر مقایسه کنین با امام خمینی که موترش میلیون ها نفر سرشانه خود گرفت و خواستش و شاه برآمد مقایسه کنین و چند تا ایرانی که در کانادا یا آلمان یا اینا می باشن و دولت کانادا دولت آلمان بسیار خوبی ها داره، اما در قسمت مثلا ایران یا که میشه یک خانم که در اونجا کشته شد، ببینید که در تمام احزاب آلمان راجع به او صحبت کرد، اما در غزه 50,000 خانم کودک یا کشته میشه اصلا گپ زدن اجازه گپ زدن نداره. مرا پلیس استاد کرد، من گفتم که هیتلر و همین نیتانیاهو هیچ فرق نداره، گفته که شما چرا ایره مقایسه میکنین، بر من خط روان کرد اینا. من گفتم خب جنایت جنایت است ولی هیتلر زیاد امکانات داشت، اما اگه همین امکانات نیتانیاهو هم داشته باشه همین کارم میکنم. در رابطه با تفسیر قرآن ببینین که حضرت علی علیه السلام وقتی که دست پای معاویه امرعاص امر میکنه که قرآن رو سرنیزه کنین،
پیروای حضرت علی علیه السلام در دو دسته تقسیم میشه، یک دستیش خوارج میشه، یک دستیش مثلا سمعا و طاعتا از حضرت علی پیروی میکنه. خوارج کی هست؟ خوارج اینمی داعش است، اینمی طالبان. احمدی صاحب بسیار حضور میخوام. در مورد مارکتینگ خیلی فرمایش شما آموزنده است مثل همیشه، اما در مورد وقت اگه اجازتون باشه آلی نوبت بتیم با عاطف صاحب راجی بعد. همین هفته هندوم راجی به این قرآن بحث کنیم، برای که حیف است، من بسیار گفتنی ها دارم و انشالله. شب تکراری نباشه احمدی صاحب، چشم. تکراری نیست، باور کنید که من باور کنین که یک دفعه گوش کنین همین چیزها را که ما پخش میکنم، گوش کنین. از من بسیار زیاد تکرار است. خب هر کدام ما به نحو ضعف داریم، اما من شما را، اخلاص شما را، عشق شما را با قرآن واقعا عاشقانه دوست دارم. عاطف صاحب بفرمایید. با تشکر مجدد از همه عزیزا و مخصوصا جناب هاشمی صاحب، من امروز هیچ کار ندارم بجز از اینکه حرفای جناب ارزگانی صاحب تایید بکنم، هیچ کار دیگه ندارم. تایید ما بری برمیگرده که همونطور که جنابشان فرمودن که قول اما اقوال بشنیم و امو که حسن است اموره، و بازم اما اقوال نمیشه آدم مطالعه بکنه اما اقوال عالمه، و همونطور که جنابشان اشاره فرمودن که من شاید در این رابطه متخصص نباشم که نیستم، خدا هیچ وقت متخصص نمیدانم، و اشاره جنابشان هم بسیار برحق است. ولی قول احسن وقتی که ما اما اقوال جهان اما اقوال عالم خوانده نمیتونم، مطالعه کرده نمیتونم، ولی نتایج همی اقوال در او اشخاص که ظهور میکنن میبینم، بعد از او میگم که کدامش احسن است کدامش نیست. من این نتایج در کشور خودم دیدم، در 45 سال گذشته میبینم، اگر زیادش مثلا تا 20 سالگی به یادم وقت متوجه نبودیم، بعد از 20 25 سالگی مثلا به یادم است. این نتایج من میبینم که وقتی که امی اقوال ما شنیدم دیدم، امی کسایی که در این رابطه تخصص داشتن، امی متخصصین دیدم که میگم که این متخصصین متاسفانه مشکل دارن، و این متخصصین نیاز به اصلاح دارن، این متخصصین نیاز به بازنگری دارن. ما نتیجهش میبینیم. جناب احمدی صاحب مرا گفتن مقایسه، ما مقایسه که میکنم، ما از این مقایسه من نیست، این مقایسه است که شما خودتان میتونین در یک بار به اخبار برین ببینین شرایط کشورهای اسلامی رو ببینین و کشورهای دیگر ببینین. کتاب ما به این اعتقاد داریم، به این اعتقاد کامل داریم که قرآن بحر است و این بحر برای مسلمان آمده، ولی مسلمان ها امروز در خاک هستند. به دلیل چی است؟ خب پس از این بحر استفاده درست صورت نمیگیرند. مطمئنن که از آنچه که ما استفاده درست صورت نمیگیره، بمی دلیلش همی است که و ما نتیجهش میبینیم. ما تمام اقوال عالم مطالعه کرده، با تایید صحبت های جناب روزگانی صاحب مطالعه کرده نمیتونم، ولی نتیجهش میبینم. نتایجی که بار آورده کسایی که متخصصین هستن او رو میبینم. با ای ارتباط است که با می دیدن از این میگم که ما نیاز به اصلاح داریم، نیاز به بازنگری داریم، و امیدوار هستم که این بحث ها ادامه پیدا بکنه. نه بحثی که ما روی آیات مشخص بریم، من فکر میکنم که روی آیات مشخص خو تفاسیر بی‌نهایت است، ما میتونیم کتاب های و آثار و گرانبهای خود جناب ارزگانی سو مطالعه بکنیم، از او چیزیم فکر میکنم بحث ها در رابطه با آنچه باشه که گفته نشده، آنچه که گفته شده خو گفته شده، ما در رابطه با آنچه که امروز ما که صحبت میکنیم چیزهایی است که گفته نشده، گفته میشه و ای یک آغاز است، و من فکر میکنم که دمی رابطه باشه شاید بهتر باشه. بازم بسیار تشکر از همه دوستا و مخصوصا جناب روزگانی صاحب که خیلی آموختیم از شما، از جنابشان امروز. با تشکر صاحب. تشکر از حضور شما عاطف صاحب بزرگوار. قبل از اینکه یادم بره، میخوایم از کل دوستا خواهش کنم که در واتساپ یک موضوع رو بنویسین که قرآن در مو مورد کنکاش قرار بتیم. ما از فرمایشات اروزگانی صاحب اسلام و تفکر آزاد برای هفته آینده پیشنهاد میکنم. اگر کسی چون در این موضوعی که بحث داشتیم همی 4 قسمت بس است، شنوینده ها حوصله شنیدن بیشتر از این را ندارم. و حق او اولویت
به اجازه همه بزرگوارا مخصوصا هاشمی صاحب با خانوماست که موضوع از اونا را در اولویت قرار میدیم. هاشمی صاحب در خدمت شماستیم، بفرمایید. بنده عرضی ندارم، وقت که تمام شده و من فقط خداحافظی میکنم از حضرات و بسیار استفاده کردیم. حضور شما برای بنده بسیار مغتنم بود. خدا یار شما و در پناه ایزد متعال رستگار باشید. بیننده های گرامی، تشکر که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین. رادیو کتاب تریبون آزاد است برای هر نوع اندیشه. یک بار دیگه اکیدن اعلان میکنیم خدا ناباوران عزیز، مخصوصا از هموطنای ما و هم زبانای ما، میتونه در این تریبون بیایه، دین اسلام را نقد کنه، باورهای ما را نقد کنه. ما به گفتگوی انسانی معتقد هستیم و یقین داریم که همه با هم راه حق پیدا میکنیم. و از حضور گرم همه دانشمندانی که روزهای چهارشنبه به رادیو کتاب تشریف میارن تشکر میکنیم، مخصوصا حضرت حاج آقا که وقتی از نجف اشرف تشریف میاره با تمام خستگی هایی که ما میفهمیم در دنیای غرب یک روحانی چقدر مصروف است، با تمام از خستگی ها به ما افتخار میبخشه و میایه و ما را ارشاد میکنه. لایک سابسکرایب فراموش نکنین. فعلا خدا نگهدار. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.